بسم الله الرحمن الرحيم. سلام، وخت مو بخير. زه سراج الدین پټانی مو تاسو ته شوه لیدونکو خبرونه کوي. قدرمن لیدونکو، د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه دی هوکړې پر بنسټ امریکایي او ټول بهرني سرتیری باید روان کال د مې میاشتې تر وروستۍ نیټې له افغانستان څخه ووزي. خو متحده ایالاتو پریکړه کړې چې دا نیټه څه باندې څلور میاشتې شاته کړي. دې اقدام یا پریکړې د طالبانو غبرګون راپارولی او طالبان چې د افغانستان د سولې لپاره بنسټیز بحث د دوهې تړون یادوي، وایي چې تر هغې به د افغانستان د روانې کشالې په اړه په هیڅ کیدونکي غونډې او کانفرانس کې برخه وانخلي تر څو چې ټول بهرني سرتیري د افغانستان څخه وتي نه وي. طالبانو دا پریکړه داسې مهال کړې چې تمه ده تر راتلونکو دوه اونیو د استانبول کانفرانس جوړ شي. هغه څه چې ملګري ملتونه، نړیواله ټولنه او امریکا متحده ایالات د افغانستان د لانجمنې موضوع د حل کړکۍ بولي. افغان حکومت بیا د امریکایي عسکرو د وتلو پریکړې په اړه وایي ډېر ژر به جمهور رئیس بایډن په دې اړه خپل پروګرام رسمن له جمهور رئیس غني سره شریک کړي. نن د مصالحې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم په دې تړاو یو خبری کانفرانس درلود او د مصالحې عالي شورا له غړو سره یې په دې اړه ناسته کړې ده. په ټوله کې د همدې موضوعاتو د لا وضاحت او څېړنې په موخه مو دوه قدرمنو میلمنو ته بلنه ورکړې. هر یو ښاغلی ډاکټر محمد زلمی افغانیار د افغانستان د ژغورنې ملي ائتلاف مرستیال او ښاغلی صدیق منصور انصاري په افغانستان کې د مدني ټولنو د فدریشن مشر. قدرمنو میلمنو، ښه راغلاست. سړی مشر ډاکټر صاحب، اگر پس از شما آغاز کنیم. خب نخست میشه پیرامون اقدام تازه حکومت ایالات متحده امریکا نظر و صحبت شما رو داشته باشیم که قرار است نیروهای خود حکومت تازه ایالات متحده امریکا به 11 سپتامبر از افغانستان بیرون بکنه، البته 11 سپتامبر 2021. خب این اقدام حکومت امریکا را چگونه ارزیابی میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. از خدمت شما بتون سپ خدمت جناب انصاری سپ خدمت بیننده های شما زمین طریق اکسرا می خواهم داشته باشم. خدمت های خدمت خانواده های شهدای مردم افغانستان، خاصتا خانواده های شهدای نیروهای دفاع افغانستان که در راستای حفظ تمام تعزیه وطن از میدان میرزمن و خواهر شهید شدن، سلام خانواده هایشون. در اکسرا خاص هم می خواهم داشته باشم به فرزندان صدیق وطن، نیروهای دفاع افغانستان که در گوشه گوشه افغانستان در قریه و قصبات باز هم به خاطر حفظ تمام تعزیه وطن میرزمن. خسته نباشید. در بیشه گمان مبر که خالی است، شاید که پلنگی خفته باشد. جناب پتانسیب، اگر ما تحلیل داشته باشیم پیرامون 20 تقریبا 20 سال حضور امریکایی ها در افغانستان، اگر در سال 2001 هم امریکایی ها به افغانستان لشکرکشی کردن، اونها رو ما دعوت نکرده بودیم. او به خاطر مبارزه با تروریسم بین‌المللی و تروریسم ملی به افغانستان آمدن و امروز هم اگر نیا نگن ما در 11 سپتامبر 2021 در افغانستان میریم، اما ما فکر نکنیم که در در راستای مبارزه با تروریسم و تروریسم بین المللی ما موفق شده باشه. اما تعریف منافع ملت خود کردن و تعریف منافع حکومت خود کردن. اما در این 20 سال جنگ های خونین در افغانستان که اکثر جنگ های نیابتی هست، تا همین لحظه مردم افغانستان شهید و زخمی و کشته میدن، خاصتا نیروهای دفاع افغانستان. به خاطر از اینکه سیاسیون افغانستان پیرامون منافع ملی افغانستان تعریف واحدی ندارن. روزهای اول همکمی نشست پروسه صلح در دوحه شروع شده بود. در بحث ها ما و شما به کرات گفتیم که پروسه یک پروسه تحمیلی و تمثیلی هست و هر روز که میگذره مشخص میشه که این پروسه با واقعیت که تحمیلی تر هست. همون شکلی که امریکایی ها آمدن اعلام کردن که ما نشستی را در دوحه داریم و در نشست دوحه بدون نتیجه بود، بعد نشستی آمد در روسیه شد، بعد از او در تاجیکستان و بعد از او گفتن که در ترکیه ما نشست می داشته باشیم پیرامون اوضاع سیاسی افغانستان. اما این را امریکایی ها فراموش کردن. اگر 20 سال قبل یا به افغانستان لشکرکشی کردن و یک نشستی را تحت نشست بن بر افغانستان رقم زدن که در او گفته بودن که بسیار بر افغانستان مهم هست، اما در اون نشست افغانستان صاحب نظام نبود، صاحب حکومت نبود، قانون اساسی نداشت. اما در نشست ترکیه که در 2021 برگزار میشه، افغانستان یک چارچوب نظامی استخباراتی کشفی خودم داره، سفارتخانه های خود در ممالک داره و یک نظام هم داره. گرچه باید یه جمع وضاحت بدیم بر مردم افغانستان، نظام یک بحث است، حکومت یک بحث است. در نظام ما مشکلات نداریم. اقدام تازه حکومت ایالات متحده امریکا را چگونه ارزیابی میکنین؟ حالا خب بالاخره بعضی ها که تشویش دارن از عدم حضور
عساکر خارجی در افغانستان، اونا چشم امیدشانی بود که بازنگری توافقنامه امریکا با طالبا باعث از این خاطر شد که حضور خروج سربازای امریکایی و کشورهای متحدشان شاید مشروط به یک سلسله مسائل باشه که امان و وضعیت افغانستان و نمیفهم افغانستان رسیدن به سال یا معلوم شدن نتیجه گفتگوهای سال یا بعض مسائل دیگه. حالا اگر چنین شرایط وزنشه و مشروط دانستنشه، برایندش چی خواد بود به نظرتان؟ امریکایی ها این متوجه ما باید باشن که با همون شیطنت خاصی که در رأس امی پروسه زلمه خلیلزاد، همون کسی که در 40 سال جنگ افغانستان موی سیاهش سفید شد، در به هم اندازی افغان ها هنوز هم در رأس این پروسه زلمه خلیلزاد حضور داره. یک ورق را از پاکستانی ها دریافت کرد و به جیبش من رفت به وزارت خارجه امریکا، از طریق وزارت خارجه امریکا رو به حکومت افغانستان و به ارگ و سپیدار روان کرد تحت نام یک طرح و سیاسیون ما دستپاچه شدن و خود به هر سفارت و پشت قوم و قبیله خود انداختن که بیان که مشکل میشه آینده بودن ما در حکومت. اما یا به ملت مراجعه نکردن، از ملت نخواستن که شما چی میگین. امروز هم اوها جدولایی که اوها تنظیم کردن که امروز کنفرانسی که جناب دکتر صاحب عبدالله داشت و دیگه سیاسیون دارن و هر روز و هر شب اگر ما و شما ما را ببینین، خانه های رهبرای جهادی و تنظیمی افغانستان، رهبرای احزاب سیاسی افغانستان مهمان و مهمان رفتن و مهمان آمدن است به خاطر تعیین سرنوشت ملت ما میخوان تصمیم بگیرن. اما وقتی که شما میگین دموکراسی، وقتی که شما میگین قانون، وقتی که میگین حکومت داری خوب، آیا شما نمایندگی از قریه و قصبات و ولسوالی افغانستان کرده میتونین؟ خب نمیتونین. خب حالا برایند خروج سربازای امریکایی و متحدینشان چی خواد بود در افغانستان؟ ادامه جنگ های افغانستان باز ادامه داره به شکل نوتری. امروز شما ببینید در غزنی چی حالت شد؟ علی پور چی حال انداخت؟ در صفحات مجازی یعنی جمعی در میدان وردگ ببخشید و در صفحات مجازی و یکی از کاندیداهای دور قبل ریاست جمهوری که معاون اول بود در یک تکت انتخاباتی اونجا بر خود او چی برنامه را داره بر سر دست گرفته. در هرات ببینید موضوعات دینی، موضوعات اقلیمی مردم به چند از دامن زده میشه. تعریف منافع به خاطر چی هست؟ امروز در افغانستان جنگ ما جنگ منابع و منافع از جناب پتان سبزیز. امروز پاکستانی ها میخوان تعریف منافع خود از طریق فشار آوردن بالای حکومت افغانستان، از طریق فشاری که بالای طالب میارن داشته باشن. حوزه جنوب غرب ایرانی ها و سپاه پاسداران از طریق همون گروه جنگی طالب که در اینجا هستن او میخوان سر کول افغانستان فشار بیارن. امریکایی ها هم به خاطر ادامه حضورشان که او میگن ما 4 یا 5 نوبت از افغانستان ما میبرین، این باید ما و شما شاهد باشین که امریکایی ها 20 سال به خاطر از این در افغانستان حضور نداشتن که باز از افغانستان یا برن. اوها حضور بلند مدت خود میخوان. امریکایی ها تعریف منافع خود میخوان در افغانستان داشته باشن. امریکایی که میگه ما در استخبارات و در اقتصاد در جهان اول هستیم، کشورهای چون چین و هندوستان و روسیه را ما قبول نداریم. اما امروز اوها میان با ما همراه یک گروه جنگی برای از مشروعیت سیاسی میدن و همراه از یک پروتکل امضا میکنن که ما از افغانستان میبریم به این تاریخ و او تاریخ را باز اوها قبول نمیکنن، باز اوها چنگ میکنن و رهبران سیاسی در افغانستان میگن که ما جدول که از اعضای شرکت کننده در نشست ترکیه داریم این نهایی نیست. باز شما این لیست شما ببینید کی هست، بازم بچه های رهبرزاده ها افراد و اشخاص وابسته به تنظیم ها به احزاب سیاسی خواهد باشد که به نمایندگی از ملت برند. آیا شما این فکر میکنین؟ آیا شما این فکر میکنین همین رهبرهایی که در ارگ و در سپیدار شش هستند با تنظیم یک جدول بلند بالا به افراد وابسته قومی و سمتی گروپی شانه او را انتخاب بکنن و باز ایار ایار روان بکنن به ترکیه باز او نوعیت نظام را در مورد بسنن؟ تشکر افغانیست. سوال ما چیز دیگه بود، سوال ما ای بود که خب اگر قراری باشه که پنج ماه بعد واقعا امریکا و متحدینشان تمامی سربازای خود از افغانستان بیرون میشه، آیا ممکن است که در این ظرف 5 ماه در افغانستان صلح تامین شود، یک حکومت همشمول شکل بگیره، سرنوشت و تکلیف افغانستان واضح شود که بعد از این باز اگر قوتهای بین المللی یا خارجی مبرایه حداقل اینجا باز یک بار دیگه سالهای 70-71 تکرار نشه؟ جناب پتان صاحب، امریکایی ها که میگن ما میبراین از افغانستان میرین، بودن و نبودن از اینها بر افغان ها کدام تصور نیست. خب امروز هم اگر در افغانستان دیمون از آشان موجود هست،
او در راستای مشوره‌دهی کار میکنند. خب در خط اول نبرد جنگ فرزندان صدیق وطن نیروهای مدافع افغانستان هم جنگ میکنند. بسیار خوب. وزارت دفاع و وزارت داخله جنگ میکنند. خب اول آمریکا اینجا است. خب اول حداقل همین مردم افغانستان از این ناحیه یک کماکان اطمینان داره که خب اگر کدام رهبر و لیدر و بدماش و جنگسالار و بدماش میخیزه بالاخره در مقابل نظام استاد میشه یا باز وضعیت میره به طرف خانه جنگی و کوچه جنگی و چندین نمیفهم رئیس جمهور و چی و چی مثل سالای 71 واره، حداقل یک ترس بی 52 وجود داشته باشه که همین مردمات به جای خود بشینه که همه ترام بعض اوقات شده دیگه. خب فکر نمی کنم که مردم افغانستان زیاد عاشق و علاقمند امریکایی و انگلیسی و جرمنی و فرانسوی ها باشه. تشویش مردم افغانستان از اینی ناحیه است که وقت تکلیف و سرنوشت وضعیت افغانستان معلوم نباشه و قوات های خارجی از افغانستان بیرون میشه، یک بار دیگه در پالوی جنگ حکومت و طالب کسای دیگه هم که تا بدندان مسلح هستن اینا به خاطر به دست آوردن قدرت که کماکان امیال هم به اصطلاح تصمیم داره به می مسائل دوباره دست نزنن به جنگ، دوباره وضعیت افغانستان دیگه هم وخیم نشه. این کارو میکنن. تشکر. به این تشویش برمیگردن. یا این کارو خود میکنن به خاطر که تعریف منافع قانون باشه. سلامت باشین افغانی ها سب. اگر اجازه بدین من سری پس برمیگردم. من سری سب. دی طالبان غوښتنه د پاتې زندانیانو خوشي کیدل، د حکومت غوښتنه د تلپاتې اوربند ټینګېدل، او د امریکا حکومت غوښتنه دلته د پنځو نورو میاشتو لپاره د خپلو سرتیرو پاتې کیدل دي. څه فکر کوئ دغه درې واړه غوښتنې ممکن دي چې د استانبول په ناستې غونډه کې ومنل شي؟ که څه هم طالبان وایي تر څو چې ټول بهرني سرتیري د افغانستان څخه وتي نه وي دوی به په هیڅ غونډې او کنفرانس کې ونډه ونخلي. امریکا متحده ایالاتو تازه پریکړه دا ده چې د پنځو نورو میاشتو لپاره به هم دوی په افغانستان کې پاتې شي. تاسې د امریکا او حکومت دا تازه پریکړه څنګه ارزوئ او په ټوله کې د دغو درېو خواوو غوښتنې څومره ممکن دي چې ومنل شي یا یو بل ورته غاړه کیږدي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. پتان ستاسی خغلی افغانیار همکاران و معزد دولیتون کوریدون کتا السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. مبارک روجری تاسی و طولو مسلمانان تا مبارک و برکتون و دکوی خویدون که چی در روجا نور پا افغانستان که دوین و دو سیلاون و در افغان وجن روسته روجوی و دید برکت هم گو تاسی دایمی اوربند سولی او پایدار امن تلار شو. موږ د افغانستان د مدني ټولنې فدرېشن او د افغانستان د خلکو له ادرسه پر ټولو ښکېلو خواوو که هغه د اشرف غني و عبدالله په مشرۍ حکومت دی، که هغه د طالبانو ملا هیبت الله په مشرۍ اسلامي امارت دی، او که د چا په مشرۍ اسلامي خلافت او یا هم نړیوال ځواکونه دي، غږ کوو چې د روژې مبارکې میاشتې د برکتونو او تقدس ته په احترام د افغانانو د وینې تویده بنده کړي او کامل او سراسري اوربند وکړي. دا نن هم د فراه نه د چاودنو او ویرونو احوال راغی. پرون چې د روژې لومړۍ ورځ وه، هم په ځینو ولایاتو کې د افغانستان خلک وژل شوي. دا چې هر چا وژلي، څوک یې پړه اخلي او څوک یې نه اخلي، مګر مسؤول ټول اړخونه دي. ستاسو له پوښتنې په ځواب کې د افغانستان د دغې اوږدې تپل شوې جګړې چې موږ یې څلویښتم کال ته داخلیږو او نږدې نیمه پیړۍ وشوه چې په موږ دا ویرونه تپل شوي، او د امریکې د متحده ایالاتو په دې ګرمه جګړه کې شل کاله په پوره کېدو دي، او د دې نه مخکې په تېرو جګړو کې هم په یو نه یو شکل دخیله وه. موږ فکر کوو چې د دې جګړې ختمول ډېر ساده او اسانه کار هم نه دی او ډېر ارزانه هم نه دی. دا د ټولو اړخونو کامل صداقت او ګذشت ته اړتیا لري. تاسې د طالبانو د غوښتنې ذکر وکړو چې د زندانیانو د ایله کېدو مسله ده، خو هغوی د دې تر څنګ دوه نورې غوښتنې هم لري چې تر ټولو شدید د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل دي، او د ملګرو ملتونو له تور لیسته د هغوی د مشرانو ویستل. دا درې عمده غوښتنې د دوی دي. د امریکې متحده ایالات چې اوس وخت غواړي، د هغوی بهانه دا ده چې د دوحې تړون د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکې له دولت سره شو یا حکومت سره شوی و،
هلته انتخابات وشو حکومت بدل شو پالیسی او استراتیجی کی لګړي بدلون نه راغله حتی هغه ګوند چې رهبری لرله هغه بدل شو د جمهوري غوښتون کړه په ډیموکراټانو نو دلته لږ ډېر وخت ته ضرورت یو بل څه چې مطرح کېږي دا دی چې امریکا متحده ایالات وایي چې طالبان په خپلو ژمنو باندې وفا نه ده کړې په تاوتریخوالي کې کمښت نه ده راوستی دې مسلې ته یو مسله دا ده چې دلته چې د کوم وخت د دوو حکومتونو ترمنځ تیر شو دا فرصت باید جبران شي بله خبره دا ده چې د جو بایدن په وسیله یې کوم حکومت راغی دوی وویلي چې موږ به د دوحې تړون ته بیا کتنه کوو دلته د اشرف غني حکومت او د ده ملګري دوی ته خوشبین وو که جو بایدن راشي نو ممکن د دوحې تړون لغوه شي یا په دې کې ډېر جدي تعدیلات او تغیرات راشي خو موږ ولیدل چې د بیا کتنې په جریان کې دوی وویلي چې نه زموږ بیا کتنه دغه تړون د عملی کېدا څار دی چې څومره عملی شوی او څه پاتې دي هغه وکتل شو چې ډېر مسایل مثلا د طالب زندانیانو د خوشي کېدو موضوع وه چې لس ورځې په تړون کې ذکر شوي وه مګر تاسو ولیدل چې هغه اووه زره ځواکونه وي چې په ډېرو زورونو او فشارونو ایله شو هغې څو میاشتې وخت ونیو همدغسې کله چې تاسې یو تړون کوئ هغې کې یو مینډیټ وي یو محلویش ټاکل شوی وي نو که یو کار چې تاسې باید نن ترسره کوئ هغه پنځه ورځې ځنډیږي د دې سره مه تاسو هغه نور کارونه هم همداسې په ورځو او په میاشتو ځنډیږي په دې وجه زه فکر کوم چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله کې هم ډیل راغی او څه کوي ووتل لاړل دوی چې دوه نیم زره وایي رسمي اعلان کوي چې دوه نیم زره امریکایي ځواکونه دي د دې تر څنګ د ناټو لکه د جرمني او نورو هیوادونو ځواکونه هم دي چې دا تر لسو پنځلس زره رسیږي او اکثر دوی وایي چې مشورتي رول لري خو هغه معلومات چې موږ لرو د امریکې د متحده ایالاتو د کانګرس نه چې کومه بودیجه پاس شوي یا مالي ادارې کوم معاشونه ورکوي دا د اویشت زرو نه تر څو څلوېښت زرو پورې کسان دي اوس چې په افغانستان کې معاش اخلي امکانات اخلي مصارف لري دا اوس صرف امریکایي د ډیپلوماتانو ملکي خلکو په کې خیر ده دي مثلا یو خو هغه رسمي پوځونه دي چې په دې کې هوایي ځواکونه دي ځمکني ځواکونه دي مارینز یا سمندري ځواکونه دي د دې تر څنګ استخباراتي ځواکونه دي د دې تر څنګ ځینې هغه پرایزنټر ګروپونه د دوی قراردادیان دي لکه نیپالیان او نور نور د دې ټولو سره دغه شمېر خلک امتیازات او معاشات اخلي تر څنګ یو شمېر نور کتاب چې هغه هم د ځینو ځینو کې د افغاني امریکایانو په نوم یادېده لکه په خوست او ځینو ځینو کې چې دوی ورته د کمپاین ګروپونه یا صفر یک او صفر دو قطاعت وایي چې ویل کېږي د افغانستان ملي امنیت ادارې ته سپارل شوي مګر اوس هم قمانده د امریکایي ځواکونو ده او معاش او امتیازات د هغوی نه اخلي په دې کې ډېر داسې خلک شته دی چې هغه امریکایي تابعیت لري او په امریکایي پوزیشنونو او تشخص راغلي امریکایان مجبور دي چې دوی هم ځان سره وباسي لکه د امریکایي قراردادیان او امریکایانو سره قراردادیان او ترجمانان چې سره له کورنیو د عیسایوي او نورو ویزو په سلسله وویسته دا هم د امریکې په اوږو بار خلک دي که هغه دلته د افغانستان تابعیت لرونکي دي او د امریکایي او نورو هیوادونو تابعیت لرونکي دي دا هم یو لویه لوجستیکي ستونزه ده سره د دې چې د امریکې متحده ایالاتو غوندې یو هیواد ته چې د درې سوه څو کاله چې د دې پیدایش شوې او جوړه شوې ده او کشف شوې د هغې نه تر ننه پورې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې دوی په رنګ رنګ جګړو اخته دي پوځونه اکثریت پوځ یې په پردیو جګړو کې وژل شوی د لاسه یې ورکړی دی د دغسې یو جګړې نه عاجل وتل خو هم دوی ته ګران نه وي زه لکه د دفاع وزیر یا جو بایدن چې یو ځل په خپله وینا کې وویلې چې موږ که وغواړو ډېر زر هم کولی شو خپل پوځونه وباسو مګر یو بل بحث هم مطرح ده انصاري صاحب په بخښنې سره چې یعنی سمه ده چې امریکا متحده ایالات خو به کولی شي چې خپل دا څو زره سرتیري په یوې دوه اونیو کې یا په یوې میاشتې کې وباسي په درې ورځو کې مو بل بحث چې ډېر مطرح ده او مهم ده د افغانستان لپاره هغه دا ده چې ښه که چېرته امریکایي ځواکونه په بشپړه توګه د افغانستان څخه وځي او دلته د افغانستان د سولې
برخلیک نوی روخانه او موضوع داسې لاینحاله او په غوران جپاتی وي، نو بیا څومره فکر کوئ چې دا وطن د افغانستان شته شرایطو ته په کتو سره منفي اغېز ولري؟ اساسي مسله دغه ده، موږ او تاسو د هغه مهالویش یا ټایم ټیبل چې د دوی په تړون کې ذکر شوی او په هغې کې یو د بین الافغاني مذاکراتو خبره وه او د هغې بریا وه. موږ وینو چې د جمهوریت کوم ټیم چې دوی کتلی د امارت د ټیم سره څو میاشتې وشوي چې لګیا دي، تر اوسه پورې د دوه روپو لاس راوړنه نه لري، فقط د خلکو په اصطلاح ډوډۍګانې دي، د هغه مفشنو سیون سټار او نه پوهېږم نه انسټار هوټلونو او شپې ورځې دي چې تیروي، سفرې دي چې اخلي. د افغانستان خلکو ته دوی تر اوسه پورې هېڅ زیری نه هغې غاړې لرلی نه دی غاړې، حتی خپلو ملګرو ته نه، هغوی ته د طالب وسلوالو ته چې شپه ورځ خپل ژوند د لاسه ورکوي وینې تویږي، نه هغوی کوم ښه زیری لرلی، نو دوی خپلو وسلوالو ملګرو ته درلودلی. دوی هم دا پروسه شاته وغورځوله، که چیرې د دوحې بین الافغاني مذاکراتو کې یو لاسته راوړنه وی په دې تیرو څو میاشتو کې چې یا په نوي نظام منجا شوی وی یا د سولې د حکومت چې تر اوسه پورې دوی نه منله او اوس وایي د سولې حکومت او موقت حکومت او انتقامي حکومت او تارویزي، څوک د فدرالي نظام غواړي، څوک نه پوهېږم صدارتي نظام غواړي چې یو رئیس جمهور به چار معاون او بل وایي چې صدر اعظم به چار معاون، یو 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 سلاته جوړه کړي. دغه حالات او مسایل هم د بهرنیانو حضور یا تګ په تعویقه چې شاته غورځوي او نشي کېدی چې موږ یو ملموسې نتیجې. ډېره مننه انصاري صاحب، تاسو بیا راوګرځم ډاکټر صاحب افغانیار. خب حال اگر قرار باشه که پنج ماه بعد اساکر امریکایی از افغانستان بیرون میشه، پس تکلیف موافقتنامه دوحه چی میشه؟ بساس از اون موافقتنامه خب باید تا آخر ماه می تمامی سربازای امریکایی و متحدینشان از افغانستان بیرون میشد. اگر این بخش موافقتنامه مشکنه، فکر نمیکنید که طرف مقابل هم باز پابند به این موافقتنامه نمانه؟ جناب پاتن صاحب، در هر دو طرف توافقنامه باز هم امریکا داخل هست. اگر ما حکومت بر مبنای دموکراسی 20 ساله افغانستان هم میگیم، با نشست بین هم خورد و امروز هم که امریکایی ها همراه طالب با هم تفاهم کردن، باز هم همراهشون طالب و امریکایی ها با هم یک گروه هستن. به همون شکلی که در سال 2001 هم وقتی که برج های دوقلوی امریکایی ها در 11 سپتامبر زده شده بود که اوها به افغانستان آمدن، بر طالب گفت که اسامه بن لادن برای ما تسلیم کن که ما به افغانستان حمله نکنیم. خب باز هم به اساس دیکته خود هم یا قبول نکردن که زمین ساز آمدن امریکایی ها در افغانستان شدن. و باز هم امریکا را دشمن همدیگر نمیدانیم، دوست هستم وقتی تعریف منافع بکنین، وقتی که با هم تعریف منافع کردین، تعریف منافع در دوستی میشه یا در دشمنی میشه؟ خب اون طالبان دوباره گفته که اگر با اون تاریخ که در موافقت نامه درج است نبراین، ما دوباره عملات خود ادامه میتیم بالایشان. خب این برنامه های استخباراتی هست که خواب به چشم ملت افغانستان بزنن. مردم افغانستان در این روزها اگر میخوان اتحاد و انسجام و همیارپذیری داشته باشن، همه از دست بره. سفرهای بار بار نزدیک به 3000 عسکر امریکایی را هم که طالبا کشت، یا هم جزء بازی بوده؟ اون چند هزار عسکر که در اون برج ها از بین رفت، اون جزء بازی نبودن؟ یعنی به ده ها هزار ملت افغانستان او عدسی از دی سپتامبر هم فکر میکنین ساختگی بوده؟ اگر وقتی که ما از طریق مطبوعات که شبکه های استخباراتی خودشان در اینجا پخش کرده بودن، مشخص بود که این برنامه استخباراتی بود، به خاطر از اینکه باید یک جایگاه پای خود در آسیا میانه یا داشته باشن. خب اگر اصلا در افغانستان خب داشته باشن، اگر او برجا را نمی زدن به افغانستان می آمدن، کس پیشرویشان استاد می شد یا کسی اجازه نمی کنید؟ این جمعه خلیزاده که فعلا در همین بازی های سیاسی با شیطنت کار میکنه، آیا در چند سال پیش مجاهدین افغانستان در از طریق پاکستان اکبار بینید که بلای روسیه به خاطر که روسیه تضعیف سازه و عمر روسیه از بین رفت، پاشه پاشه شد از بین رفت، آیا جنگ افغانستان ختم شد؟ حال از حضور یعنی نیابتی در افغانستان شروع نشد؟ حضور خود در افغانستان امریکا چی دستاورد دارد؟ چی به دستاورد؟ همی که پایگاه های هوایی به خدمتش هست، همی که در چهار زون افغانستان میدان های هوایی به خدمتش هست، همی که هر روز و هر لحظه و هر شب تیارهایش پرواز میکنه، کسی از این پرتن نمیکنه که کجا میری، کجا میری، چی را میبری، چی را میاری. آیا همین طالب به حکومت افغانستان را خبر دارن که امریکایی ها در افغانستان چی تدر نیرو دارن؟ پس خواهد میخواه برای این دستاوردار از دست میتده گه ای او ها دقل ما برای این آیا او ها میبرن او
یعنی فکر میکنین که پنج مبادم نمو به شاید بحث ما شما ملت افغانستان باشه اجازه با شما یاد داشت بگیرین باز امریکایی ها نمیدن که افغانستان رو برن 20 سال در افغانستان حضور داشته باشن میلیاردها دلار بر پیسه خود مصرف کرده باشن و اینج باز یا بخزن برن میدان پس به روسیه علا بکنن میدان به چین علا بکنن میدان به هندوستان علا بکنن میدان به ایران و پاکستان علا بکنن و شکل اون شکلی که طالب هم یک بخشش تحت مدیریت امریکایی ها است یک بخشش هم تحت مدیریت رضای پاکستان از طریق شبکه استخبارات انگلستان هست امروز جایگاه انگلیسی ها در پروسه صلح افغانستان کجا هست اینا پتانسیل بین ما شما ملت خود آگاه بسازیم امروز ما را به نام قوم و سمت و گروپ و نژاد و ملیت و مذهب تقسیم کردن امروز شمالی و جنوبی شدیم امروز شیعه و سنی شدیم امروز چپی و راستی شدیم و یک تعداد حالا میگردن پشت فاطمی و یک تعداد میگردن پشت انصار الله یک تعداد میگردن پشت یک حزب دیگه نوش هست نوجور کردن پشت از اون میگردن چی هست هدف چی هست هدف تعریف منافع خارجی ها در جنگ نیابتی افغانستان هست امروز این حکومت ایران به خاطر بسته شدن بند سلما و بند کمال خان نفس رئیس جمهورش برآمده همون کسایی که دستشان به خون ملت افغانستان آغشته است خاصتا رئیس جمهور و رهبر ایران خامنه ای که در خون افغانها دخیل هست امروز اون گروپ های جنگی نیابتی را در فرا و نیمروز و هلمند و قندهار و در هرات فعال ساختن و بال هم کسایی که وابسته های حزبی هستن هفتگانه و هشتگانه باز هم تحت قلمی از جا مویدن میکنن شکر آفانی رسه به شما بر میگرده من سری سر واقعا امریکا نووز این یادت در اوگد محل پارا دیره ده او دغا حرکات او سرگردونی و حکری ده هر چه دی خلق پوستر بو که دی خورو شندل دی از فکر کوم هغه تهدیدات چې امریکای ته متوجه دي که په نړیواله کچه اقتصادي تهدیدونه دي که امنیتي او دفاعي دي که سیاسي دي او که نور ستراتیژیک او استخباراتي تهدیدونه دي او د امریکای په مقابل کې په نړیواله کچه کومه کرکه او نفرت راپه ولاړېدو دی او په مقابل کې په ختیځ کې پخوانی شاهنشاهان بیرته د قد لوړولو په حالت کې دي لکه روسیه چې د پخوانی شوروي اتحاد او ورسره ځایناستې ده په حرکت راغلی هم په نظامي او سیاسي برخه ډګر کې هم په اقتصادي کې او هم په نظامي او تسلیحاتي برخه کې او د امریکې د هغه توغندي په مقابل کې چې د غږ پنځه برابره تیز حرکت لري روسیه په دې توانیږي چې د غږ شل برابره د غږ د سرعت شل برابره تیز توغنده جوړ کړي دا د امریکې لپاره یو خطر زنګ دی د دې تر څنګ چین چې په کومو حرکاتو او فعالیتونو اخته ده او هغه وضعیت چې د ایران او منځني ختیځ سره روان دی د ترکیې وضعیت د ترکیې دغه پرمختګونه او نظامي او تسلیحاتي برخې چې حتی اوس ویل کېږي چې په اتومي مسایلو هم کار کوي هلته شمالي کوریا مسایل او په د چین شاوخوا د امریکای د متحدینو په وړاندې لکه تایوان او نورو په وړاندې د چین حرکات هند سره د امریکای ملاتړ او ګډ نظامي مانورونه او د هند په سمندر کې د امریکا د لویو بیړیو لنګر اچول او هلته مستقر کیدل په هغې کې د ډیرو لویو B-25 الوتکو چې هغه لسګونو اتمی خولۍ لیږدولی شي او تر څلویښتو ډیرو ساعتونو پورې په هوا کې پاتې کیدی شي هند ته د بی پیلوټه الوتکو استخباراتي الوتکو چې د څومره ساعتونو دپاره په هوا کې پاتې کیدی شي او څه ډول عملیات کولی شي د دې ورکول داسې فکر کیږي چې امریکا د افغانستان نه نور هڅه کوي چې خپي وباسي لږ ځان وزګار کړي دغو لویو نړیوالو مسایلو او موضوعاتو ته اما انصاري صاحب په ډېرې بخښنې سره کله چې تاسې د روسیې او چین خبره کوي چې روس امریکا غواړي چې بالاخره د دوی د نظامي استخباراتي او اقتصادي پرمختګونو مخه ډب کړي نو بیا فکر نه کوي چې د دې هیوادونو په وړاندې د مزاحمتونو رامنځته کول د افغانستان نه په اسانه ترسره کیږي دلته موږ او تاسو که د سیاسي او ستراتیژیکو بارکیو ته متوجه شو فکر کیږي چې روسیه چین او ایران او د ازین نور هیوادونه په دې هڅه کې دي چې د امریکای پخې په افغانستان کې ټینګې ونیسي او دلته په ډېر بدنام شکل د افغانستان نوتو ته مجبور شي
امریکا په دې هڅه کې ده چې دا زرنګي غالبا ترامپ وکړه سره د دې چې په لیونی ولسمشر او بې قاعدي او بې نه پوهېږم بې ډسپلینه ولسمشر په نوم یاد شو د امریکې په تاریخ کې او په نړیوال تاریخ کې. مګر د ده زرنګي وه چې د طالبانو سره وکړه وکړه او هڅه وکړه چې خپله وعده پوره کړي او امریکایي ځواکونه وباسي چې ډېر امریکایان د هغه په وخت کې ووتل او دا پاتې هم باید وتلي وای که دوره یې پوره شوې وه. زه فکر کوم چې مې ته به هم نه وکتلي خلک به یې ایستلي وه. دغه زرنګي امریکایان هڅه کوي چې د افغانستان نه په داسې یو شکل ځان ته د ورو پوزه کېږدي چې ماتې ونه مني او د ماتو ځواکونو په توګه ونه وځي بلکې بېرته یوې نوې نړیوالې لویې جګړې ته امادګي ونیسي چې هغه جګړه به راپه ډېر تحملېږي. امریکا متحده ایالات خپل سرتېري ځواکونه د افغانستان څخه باسي؟ موږ فکر کوو چې حتما یې باسي، مګر په دې هڅه کې دي، ضرور په دې هڅه کې دي چې د امریکې د سفارتونو یا ډیپلوماتیکو څانګو د ساتنې لپاره یو اندازه ځواکونه او استخباراتي حضور په افغانستان کې ولري او دغه حضور یې په یو رسمي پروتوکول کې د نوي حکومت سره اجرا شي، نه لکه د امنیتي تړون غوندې پروتوکول یا تړون، نه دغسې حضور چې د افغانستان ځمکه او هوا به دوی په کنټرول کې وي، هر ځای چې دوی غواړي بمباروي به، هر ځای هر څوک چې دوی غواړي تړي به وي او وژنې به وي، هر افغان چې دوی غواړي د هغه په وړاندې به جنایت کوي. چې دا اوس هم تاسې به احوال نه لرئ، یوه پټه دوسیه افشا شوې چې وو امریکایي جنایتکارو پوځیانو او درې سپیو په یوه جنرال جنسي تیری کړی. د دې موضوع نه د افغانستان سیاسي ادارې په افغاني جنرال او دا مسله له بده مرغه چې موږ ته هم راورسېده په دې جریان کې د ملي شورا او یو شمېر کمیسیونونه او غړي چې په جریان کې دي، د عدلي او قضایي ادارې جریان کې دي، ویل کېږي چې یو د دغو امریکایانو نه نیول شوی او نور یا فراري دي او یا پټ کړی شوي دي. دا جنایات هېڅکله نه افغانانو ته، نه افغان امنیتي ځواکونو ته، او نه هم د افغانستان باعزته او باعفته سیاسي او مدني رهبرانو او اقشارو ته د منلو وړ دي، او نه به هم نور نړیوالو ته. د افغانانو وژنه دلته د دوی د بېفته او بېعزته کارکردګیو په وړاندې نور خلک پوځې ته راغلي. افغانان امن غواړي، سوله غواړي، ترقي او پرمختګونه غواړي او د دغې نړیوال جګ نه ځان خلاصول غواړي. امریکایان باید دې ته لبیک وایي. ډاکتر صاحب افغانیار رنصاري صاحب گفت که خب با توجه به مو استدلال که داشتن، گفتن که امریکا در تلاش است که پای خود از افغانستان بیرون بکنه. اگر تصدیق که شما موافق بودین با بیرون شدن اساکر امریکایی از افغانستان، گفتیم که بدیر زمان خواهد ماندن در افغانستان، اگر موافق هستین با نظر رنصاری صاحب، خب خروج قوات‌های خارجی از افغانستان به معنای قطع کوبک‌های جامعه جهانی، کشورهای عضو ناتو و در رأسشان ایالات متحده آمریکا به افغانستان خورد بود، یا اینکه نظام و دولت و حکومت و بخصوص سکتور امنیتی و دفاعی افغانستان به اساس امو تعهداتشان تا 2024 کوبک خواد کردند؟ جنرال، امریکایی ها در هر گوشه از دنیا کوه رفتن حضور داشتند. اگر حکومت سازی کردند، همیشه حکومت ها را حکومت های برده و غلام بهش خود نگاه کردند. در سیاست میگه منافع مهم نیست، تعریف منافع مهم هست. اما متاسفانه جمعی از سیاسیون به اصطلاح سیاسی ما در افغانستان تعریف واحدی از منافع ملی ندارند که همراه امریکایی ها بپرسند که شمایی که تقریبا 20 سال در افغانستان حضور داشتین، 20 سال حضور شما در افغانستان به خاطر چی بود و دستاورد شما در این 20 سال چی هست؟ تصاورد شما این هست که ده ها هزار نیروهای امنیتی دفاع افغانستان شما بشارت رساندیم؟ ده ها هزار افراد و اشخاصی وطن، پیر و جوان، مادر و فرزند وطن شما به خاک خون کشیدیم؟ از طریق حملات هوایی تان و از طریق گروپ های نیابتی در جنگ شما هدفتان چی بود؟ هدفتان این بود که افغانستان در انزوا بمانه. وقتی که شما میگین ما میخواییم بر افغانستان در حکومت وجود بیاریم و باید رئیس جمهور اشرف غنی نباشه، باید همین حکومت نباشه، در ترکیه بشینیم حکومت افغانستان یا فدرالی باشه یا پارلمانی باشه.
اما بخشید چون این چیزا نگفتن، ما گفتن حکومت مشارکتی باید شکل بگیره. جناب خاصه ولی پتانسیل علی که ده برای سیاسی افغانستان جمعشان که صدا بلند میکنن و طرح زیر بغلشان است، هر روز سفارت به سفارت میگردن و هر روز دفتر به دفتر میگردن بر اساس همون نشستایی که زلمه خلیزاد همراه هر گروه از یاد داره امو هست. زلمه خلیزاد چهار تا رهبر سیاسی رو جمع میکنن، باز یک دفعه میزنه، باز همراه چهار تا دیگه یک دفعه دیگه میزنه، باز بعد یک دفعه میزنه، سپس یک دفعه میزنه. اما معقوله اختلاف بندازه و حکومت بکنه انگلیسی را زلمه خلیزاد در پیش گرفته. رهبرای به اصطلاح سیاسی افغانستان جمع از جوان فکر میکنن که والا هر چه که هست سلیم سلیمی زلمه خلیزاد هست، این همی برای ما تعیین کننده هست. امریکایی ها زمانی که میتونن بلای سازمان فشار بیارن و او را مجاب بیی بکنن که در نشست ترکیه بیا نشست بین افغانی را کنترل داشته باشن، حتما به اتحاد اروپا هم در سال 2001 هم کلشکرکشی که به افغانستان بر اعضایش گفت هر کس در جنگ افغانستان همراه ما هست، همراه ما هست، دوست ما هست، هر کس علیه ما هست، دشمن ما هست. طبعا اگر حکومت افغانستان هم تطمیع نکنه به خواسته ها و گفته های امریکایی ها، فشار از او اولی که ما نیروهای خود را میکشیم، دوم که وزارت دفاع و امنیت ملی و وزارت داخله ما اکمال نمی کنیم، چهارم خود تشکیلاتشون از بین میبریم. بنای هدفشون نمیست. خب حالا بالاخره مقامت حکومت افغانستان تا کدام حد خواد بود و چقدر مقامت خواد کردن و روی کدام مسائل استادگی خواد کردن؟ آره ظاهرا حکومت افغانستان میگه که ما به هیچ وجه به خاطر حسن نیت یا به عنوان پیش شرط زندانی های طالبان را مثل گذشته رها نمی کنیم، این اشتباه را ما انجام دادیم دیگه این اشتباه را انجام نمی دیم. همچنان میگه که خب قانون اگر تعدیل می شه باید لویجرگی افغانستان تصمیم بگیره، نظام اگر تغییر می کنه باید لویجرگی افغانستان تصمیم بگیره. یک سلسله پیش شرط های خود داره و امروز هم پافشاری همی بود که خب باید دستاوردهای دو دهه پسین حفظ شود و حقوق مردم افغانستان باید احترام قائل شوند تمام طرف ها. بانی مقاومت و پیشرت ها و به اصطلاح مسائل خود پابند خواد ماند حکومت افغانستان یا تسلیم و فشار خواد شدن و اران چیز را که امریکا و کشورهای دیگه بخواید تحمیل خواد شد؟ جناب بدانسه باز هم شاهد بحثان افغانستان هست. وقتی که ما میگیم حکومت افغانستان میشه یک وضاحت بدیم، حکومت یک بحث است، نظام یک بحث است. نظام افغانستان به خونبهایش مردم افغانستان نیروهای مثل دفاع افغانستان دست آمده، او مشکل نداره. در حکومت داری ما مشکل داریم جلال پتانسیب، هم در عقد ما مشکل است، هم در سپیدار تا به گلون این رهبرهای سیاسی ما در مشکلات غرق هستند. امروز هم او اگر میان خط سرخ و سبز و زرد تعیین میکنن که ما این کارا نمیکنیم، این مطمئن باشه ملت افغانستان شاهد باشه که امریکایی ها به سرشون این کارا میکنن. اینا میگن نماینده های ملت، کدام نماینده های ملت؟ آیا در دور قبل که شما جمع کردن نماینده های ملت ها همو تحمیل کنن؟ یعنی مسائل و موارد را که حکومت افغانستان امروز سرش پافشاری داره خود ظاهرا گپای بد نیست، اما حفظ نظام، تعدیل قانون اساسی به اساس لویجرگه، نمیفهم که زعیم آینده افغانستان باید مردم افغانستان تعیین کنه، این مسائل خود که میگه فکر میکنیم مردم افغانستان آیا آنی قانون اساسی رو ما نداریم؟ همین حکومت فعلی افغانستان بر مبنای انتخابات وجود نیامد؟ اگر همین تقلب هم بود هر چی بود در نظام بر اساس قانون اساسی افغانستان بود به همین حکومت. آیا امریکا اگر میخواین پس این نشست های در دوحه و در ترکیه و در روسیه به خاطر چی هست؟ این سفرهای بار بار زلمه خلیزاد به خاطر چی به افغانستان و دوحه هست؟ این پافشاری حکومت افغانستان جای را نخواهد گرفت. باید باشه بفرسید این پافشاری ها جای خود را نمیگیرد. ما از همینجا بر جناب رئیس جمهور بگیم، بر معید و بر فضلی و بر جناب عبدالله صاحب بگیم بیاین اشتباهی را که در طول 20 سال شماها کردین همه اشتباه خود را جبران کنین، یک دفعه خود به ملت مراجعه بکنین. شما میشین این مورد دوباره میکنم برمیدن گروپی میشه رسیم میگرین گروپی میشه استقاب بکنین شما هست. تشکر امسر سه ظاهره نوز خود افغانستان حکومت تینگر و پافشاری داده چی منگا بیا دی طالبان و زندانیان مخکل سوری نخوشی که یا مخکل اوربان ده خوخته نهی داده چه باید یو دائمی اوربند و منی طالبان همدار از در افغانستان اساسی قانون که تعدیلی که نو باید لوی جرگه را منسته شی لوی جرگه باید در پریت لوی که در افغانستان دشته حکومت ده خوخته نهی یا پده مسائل بندی تینگر با چه زایو نیسی دوی با پده چه بندی ولار پاتی شی او کنه دیتی رو پافشاره و تینگرونو پچیر با دیتی نه هم پشاته گو که
موږ فکر کوو چې د افغانستان حکومت د جامدو موادو په څیر هم نه دی، مایع هم نه دی، بلکې د غاز خاصیت لري چې بس اندک حرارت وګوري الوزي او بیخي هغه دغه سره په عناصرو تبدیل شي، نو حجم معلوم شو، نو شکل معلوم شو، تر اوسه نو هغه اساسي وزن خلکو ته معلوم شو. هغه په دې وجه چې په شته خلکو کې چې ځان ته یو ګروپ او یو ډله ده چې ځان ته حکومت وایي، د حکومت د تعریف خلاف، ځان ته جمهوریت وایي، د جمهوریت د ټولو تعریف او اصولو خلاف، او د اساسي قانون ادا لري، د اساسي قانون د ټولو ارزښتونو خلاف عمل ترسره کوي، اخلاقیات ګورو، فسادات ګورو. دا نن د مالی وزارت د سرپرست ویډیو را خپره شوې ده چې د هرات په ګمرک کې که په کم ځای کې او وایي چې نه پوهېږم د ورځې څومره میلیونه غلا کېږي، که د دې مخه ونیول شي، تاسو یې مخه ونیوسئ او دغې کوي، نو څومره به دغې عوایدو کې زیاتوالی راشي. یو بل ښاغلی ځي قندار ته، هلته د ګمرک په سر د والي او نورو سره تفاهم ته رسیږي او معاملې جوړېږي چې خپل خلک ورولېږي. په ننګرهار کې د ګمرک چارواکي څو وار نیول کېږي، بېرته راځي، یو یې وایي چې ما نه پوهېږم څومره لکه ډالر ورکړه چې زه بېرته راخوشې شوم. یو خیاط دوکان ته تللی وم جلال آباد کې، هغه راته وویل چې دغلته په دې چوکۍ یو کس ناست و، ټلیفون یې چا ته وکړو چې درې لکه ډالر فلاني ځای نه تسلیم شه. وایي ما ورته وویل چې دا څه شی، وایي چې په دې خلاص شو هم شکر وباسم. ما ویل نو دا د ګمرک رئیس و؟ وایي نه، ما ویل معاونه و، وایي نه، ما ویل بررسۍ یا د عوایدو مدیر و، وایي نه، ډېر هغه عادي کارمندانو نه. نو تاسو فکر وکړئ چې په ګمرک کې د جوالي هم په پیسو مقرریږي، د ګمرک وظایف ته خرڅېږي، پخپله دوی وایي موږ یې نه وایو. نو دغه حالات چې ګوري په دغسې حکومت د خلکو اعتماد او اعتبار خو یې بیخي به صفر سره ضرب کړی دی، بلکې منفی طرف ته دی، منفی اعتبار ورباندې لري. سپیدار دی هلته د حکومت اعلان او بیا 50% پارتنرشپ، دا کوم اساسي قانون دی؟ نو دلته دا بله دا ده چې دا دوه طرحې چې د دوی د ادرسو نه راووتې، هلته د مصالحې عالي شورا په نوم یو ګروپ او یو باند اعلان کړی دی چې په ملت یې تحمیل کړی، ډوډۍ ګانې خوري، امکانات اخلي او هر څه حلف و مل کوي، کروزینونه او موټرې او ډالري تنخواګانې او نور امکانات او امتیازات یې په خدمت کې دي. د ارګ خلک هم په جلسو کې ناست دي، هغوی یوه طرحه راوباسي، ورپسې دا بل جناب د خپل چمبري او د تخرګ نه بله طرحه پکې راوباسي، بیا یې معاون دویم کښېني چې دا تمسخر دی. هغه طرحه د مصالحې د عالي شورا طرحه، د ولسمشر په طرحه یا د هغه په شخصیت تمسخر دی. دا تمسخر په ده نه ده، بلکې دوی په سیستماتیک ډول د افغانستان د خلکو په سر او سرنوشت تمسخر کوي او لوبې کوي، د افغانستان د خلکو او د دغه امنیتي ځواکونو چې د دوی ارګ ساتي، د دوی کرسۍ ساتي، د دوی چوکۍ ساتي، د دوی د عزت او شرف او دغه دفاع کوي، شپه ورځ ورپسې روان دي او ملت د تباهۍ او قهقرا په طرف ځي، د هغوی په هیله او ژوند باندې لوبې کوي. حکومت خبره خو ما وکړله چې دا یو څو کسه د امریکا په وړاندې مقاومت نشي کولای، او هر څه چې هغوی وغواړي بالاخره دوی به تسلیم وي. او جمعه وه بعد ترکیه غونډه پیل شوې وه د لسو ورځو لپاره، طالبانو یو ځل په داسې تکتیکي شکل ویلې چې موږ په دې غونډه په دې نیټه ګډون نشو کولی. تاسو واورېده په هغې کې بیا داسې ګنګوسې وشوه چې خلیلزاد د طالبانو غوښتنه کړې چې قطر د دفتر د غړو په ځای باید د طالبانو یو شمېر لوړ پوړي چارواکي د ترکیې په غونډه کې ګډون وکړي، چې دلته اشرف غني هم غږ کړی چې که ملا هبات الله ګډون کوي نو زام زم تر څو نتیجې ته ورسېدو. نو ملا هبات الله که ګډون نه کوي، په ملا یعقوب او سراج الدین حقانی باندې خبره کېده چې دوی باید د ترکیې غونډه کې ګډون وکړي. نو موږ داسې فکر وکړو چې ممکن د هغوی د آماده کولو دپاره یا د تیارېده د سفر هغه رخت او سیستم تړلو دپاره به دوی وخت غواړي چې اته ورځې د ترکیې غونډه وځنډول شوه،
په چلیریشتم اعلان شوم دی نه روان سوي میاشتي او د اپریل تر چلورم د می پورې چې اته تقریبا لاس ورځی کیږي ورپسې متصل کله چې جو بایدن پرون یو خبره لیک شوه د واشنگتن پوسټ او ځینې امریکایي رسنیو د لارې چې نن سه‌شنبه به جو بایدن چهارشنبه به جو بایدن وینا کوي او البته هلته سه‌شنبه ده په امریکا کې او د امریکایي ځواکونو د وتلو نیټه به اعلانوي او خبره دا وشوه چې ممکن د سپتمبر تر 18 وځنډیږي. طالبانو ورپسې متصل اعلان وکړو چې تر څو ټول بهرني ځواکونه نوی وتلی موږ په هیڅ هغه غونډه کې ګډون نه کوو چې د افغانستان سرنوشت په کې ټاکل کیږي. موږ فکر کوو چې دا هم د افغانستان د خلکو سره جفا ده، د افغانستان د سولې پایدار امن او پرمختګونو سره جفا ده چې دومره ټینګ دریز دې اعلان شي. تاسو خو لاړ شئ مذاکراتو ته، دلته خو دوی په می کې وتل او د ترکیې غونډه په شپاړسم د دې میاشتې د اپریل منطقي ده. د طالبانو دغه دریز چې کله چې په دې نظر دي چې د افغانستان ستونزه نظامي حل لار نه لري او سولې ته آماده کیږي، د سولې خبرې اترې کوي، میاشتې او کلونه دغه مذاکرات اوږدیږي او دلته جګړه روانه ده، د افغانستان خلک قرباني کیږي، بیا دوی داسې وچ تصمیم نیسي. دا څومره دا عقلاني هم نه ده، منطقي هم نه ده. او د سولې په دغسې یو طولاني جریان کې چې ته یوې لویې پرېکړې او پروتوکول ته رسېدلی وي، هغه پروتوکول په سیستماتیک او منظم شکل نه دی عملي شوی، نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو، نه ستاسو د زندانیانو، نه د تورو لیستونو نه د وتلو، نه تا هغسې د اردن مسایل او نور کوم پرېکړې چې شوي وي صحیح به د بهرنیانو سره به نابلې کړي وي، مګر د افغانانو سره نه دي. نه بین الافغاني مذاکرات نتیجې ته رسېدلي چې دلته یو نوی حکومت راغلی وی، هغوی دا سرپرستي کړی وی، بهرنیانو د وتلو مسله، د جګړې او د اردن مدیریت یې کړی وی، د سولې مدیریت یې کړی وی، د جرګه او د اساسي قانون تعدیل او د نوی نظام مسائل مطرح شوی، دا نه دي شوی. نو ته هم باید لږ صبر وکړي، ځکه یو دقه دغه د ترکیې غونډه خو په اپریل په 14 باندې تعین شوی وه چې تاسو باید ګډون پکې کړی وی، په 14 هم باید ګډون کړی وی. د وتلو مسله خو بیا په می میاشت کې وه، نو هغې وخت می تر وروستیو، تر هغې وخته خو هم امریکایان نه وتل. نو نن ته څنګه دا پرېکړه کې خو لاړ شه د ترکیې په غونډه کې، قوي حضور پیدا که، خپل حریف سره دی چې څنګه خبره کولای شي وی کا، نړیوال راځي، چین راځي، روسیه راځي، ترکیه شته، قطر راځي، پاکستان او هند او نور هیوادونه به راځي. هلته دې خپل دریس څرګند که، بیا هلته اعلان وکړه که چیرته نشو کېدی، ممکن د جو بایدن خبره لږ رامخته کړی شي په فشار، په نړیوالو فشارونو. دې ته دغه غوټه چې په لاس خلاصېدی شي، زه فکر کوم چې خولې ته او ټوپک او چاړې ته حاجت نشته، باید په لاس او په غوټو خلاص شي. مننه سړي صاحب. ډاکټر صاحب افغانیار، خب وخت طالبا میگه که تا تمامی سربازای خارجی از افغانستان بیرون نشده باشه، ما به هیچ کنفرانس و نشست حاضر نمیشیم. یعنی چی؟ چقدر میتونه این منطقی باشه این تصمیم طالبا؟ و گفتی انصاری صاحب که وقت قرار بود تا آخر ماه می را قوات های امریکایی از افغانستان بیرون شوه، خب نشست استانبول خب به تاریخ 24 اپریل است، چرا به این شرکت به این اجلاس شامل شامله بود؟ درو پتو صاحب و رای حل های تانو پیش از انصاری صاحب چون فرصت بسیار پتو صاحب کسی بینی که خبرده که استقلالیت فکری و کاری داشته باش. گروه جنگی طالب استقلالیت فکری و استقلالیت عملی ندارن. اگر می داشتن تا فعلا یک سرنوشت جور می کردن. تا می دیشب، تا می امروز هم دستشان به خون ملت آغشته هست در ماه مبارک رمضان. امروز اونا میان میگن که ما شرکت نمی کنیم، شما شاهد باشه که شرکت میکنم. زمان خریزا یارو میاره گلیشون اوجه. و به خاطر از این میاره خواسته هایی که زلمه خریزات از این نشست داره باز حضور امریکایی هاست. این من طالب پس به چی عدف هست که وقت میگه که تا تمامی نیروهای خارجی از افغانستان بیرون نشه ما به هیچ کنفرانس و برنامه اشتراک نمی کنیم، با وجود این که به اساس همون موافقت نامه دوهام تا آخر ماه می
سربازای امریکایی از افغانستان بیرون میشد. اما نشست استانبول تاریخ 24 اپریل است. این جنگ استخباراتی یا جنگ فکری هست، جنگ روحی و روانی هست. یعنی میخوام حکومت افغانستان تحت هم حکومت افغانستان تحت فشار قرار بده، هم رهبران سیاسی افغانستان تحت فشار قرار بده، هم فاصله فیما بین حکومت و ملت ایجاد شده، رفتار بسازه. امروز اگر طالب در دهشش هست و میگه ما مذاکره میکنیم، مسئول هم میکنیم، از یک طرف باز این ور جنگ را تشخیص قبول نمیکنه و تامیل از آن خون افغانها را میرزانه و افغانی که به زبان روزه در سنگر دفاع به خاطر از دانش ملی در فرا شهید شد، او چی گناه کرده بود؟ آیا او مسیحی بود؟ او انگلیسی و فرانسوی بود؟ نبود، مسلمان افغانستانی بود. جالب برنامه بود که ما دیشب کلیپ از عباس استنگزای ما دیدیم که همراه استنگزای افغانستان گپ میزنه، میگه در سال 2001 در ماه رمضان امریکایی ها بالای قوات ما حمله میکرد، ما از امریکایی ها خواستیم به احترام ماه رمضان همین کار را نکنن، امریکایی ها بالای ما حمله کرد، حالا ما هم همون کار را میکنیم. جناب استنگزای صاحب، امریکایی خود کافر است، او خب به روزه و به رمضان باور نداره، تو خب باور داری؟ این منطقه منطق اسلامی هست؟ خب طالب میگه که جنگ با جهاد است و هر عمل نیک در ماه مبارک رمضان چندین چند راست میگه، اما فتوا جهاد هم همون لفظی داده باشه که در پاکستان فابریکه شرابسازی جور شد، کلانگه پا نزد، اما در افغانستان فتوای جنگ میده. ما به مرد افغانستان میگیم اتحاد انسجام پیروزی هست، بیاین اتحاد انسجام بکنین، یا جمعی از رهبران به اصطلاح سیاسی ما پشت مسائل قومی و سمتی و گروپی نگردن، پشت مسائل قومی و سمتی و گروپی حزبی نگردین، به اساس منافع ملی به نصار شوین. این ملت هست که حکومت را میسازه، حکومت ملت را نمیسازه. محمد سلمه افغانیار دی افغانستان دی شورای ملی ائتلاف پرستیان او خغلی صدیق منصور انصاری دی افغانستان دی مدنی ټولنو دی فدریشن مشر چزبون برنامهونهلو په بس کې مرسته روان واخسته کورونه قدرمن دن کو پټلو کې لتاس او خپل ټولو تخنیکی همکارانو هم لري مننه تر بیا په پاتاله سپارو کې چارې کوي.